سلام، من نینا هستم. به فصل دوم ببین و بشناس خوش اومدین. سلام، منم هانیه هستم و تو این قسمت میخوایم یه نابغه فوتبال رو بشناسیم. لیونل آلواراز مسی، مهاجم و کاپیتان تیم ملی آرژانتین. مسی در 24 ژوئن سال 1987 در روزاریوی آرژانتین متولد شد. پدرش کارگر کارخونه بود و مادرش نظافتچی نیمه وقت. مسی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان محسوب میشه و تنها بازیکنیه که 7 بار برنده توپ طلا و 6 بار برنده کفش طلای اروپا شده. مسی فوتبال رو از 5 سالگی در تیم گراندولی که پدرش مربی اون بود شروع کرد. در سال 1995 به تیم نیوز اولد بویز که در روزاریو بود پیوست و خیلی زود به نقطه قوت تیم تبدیل شد. در 11 سالگی تشخیص داده شد که به کمبود هورمون رشد مبتلاست و ریور پلاته به پیشرفت مسی علاقه نشون داد، اما تمایلی به پرداخت هزینه های درمان او که $900 در ماه بود را نداشت. اما کارلوس ریکساچ، مدیر ورزشی وقت بارسلونا که توسط بستگان مسی از استعداد او باخبر شده بود، آماده مذاکره با او شد. ریکساچ بدون هیچ کاغذی پیشنهاد قرارداد مسی را روی دستمال کاغذی نوشت. بارسلونا پیشنهاد پرداخت هزینه‌های درمان مسی را پذیرفت به شرط اینکه مسی به اسپانیا نقل مکان کنه. بنابراین مسی و پدرش به بارسلونا رفتند. مسی در طول دوران حرفه‌اش بیش از 800 گل به ثمر رسونده و رکورد بیشترین تعداد گل، یعنی 672 گل، به عنوان یک بازیکن برای باشگاه بارسلونا داره. اون 10 قهرمانی لالیگا، 7 قهرمانی کوپا دل ری، 7 قهرمانی سوپرجام اسپانیا، 4 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 3 قهرمانی سوپرجام اروپا و 3 قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا رو کسب کرده. مسی به عنوان یک بازیساز خلاق و یک گلزن حرفه‌ای رکورد بیشترین گل در لالیگا، بیشترین هتریک در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا و بیشترین پاس گل در لالیگا و کوپای آمریکا را در کارنامه خودش داره. اون همچنین همراه کشورش قهرمان کوپا آمریکای 2021، فینالیسما 2022 و جام جهانی فوتبال 2022 شده. مسی در سالهای 2019 و 2022 توسط مجله فوربس پردرآمدترین ورزشکار جهان شناخته شد. در فوریه 2022 جایزه بهترین ورزشکار جهان را دریافت کرد و تبدیل شد به اولین فوتبالیست و اولین ورزشکار تیمی که این جایزه را دریافت می‌کند. مسی به خاطر اعتقادش برای کمک به افرادی که از خودش کمتر خوش شانس هستند، به خصوص جوانان آسیب پذیر، معروفه. او برای خدا به عنوان یک مسیحی کاتولیک نه تنها پول خودش رو تقدیم کرده، بلکه تصمیم گرفت بنیاد لئو مسی رو راه اندازی کنه. اون تصمیم گرفت که برای عدالت مبارزه کنه و مطمئن بشه هر کودک فرصت یکسانی برای رسیدن به رویاهای خودش داره. این بنیاد شامل ایجاد 20 کلاس درس در سوریه بود تا به کودکان فرصتی برای تقویت تحصیلات خود پس از تأثیر گرفتن از جنگ داخلی بده.
کتاب مقدس به ما میگه کسانی که در فقر هستن یا آسیب پذیر هستن رو کمک کنید. این به طور قابل توجهی در کار مسی مشهوده. مسی علاوه بر راه اندازی سازمان خودش، سفیر یونیسف هم هست و در سال 2019 بنیاد مسی مبلغ 218 هزار دلار به پروژه‌های یونیسف در کنیا کمک کرده تا به بیش از 2000 شهروند اجازه دسترسی به غذا و آب رایگان بده. و این خیلی شبیه به داستان عیسی برای دادن آب و غذا به 5000 نفره. مسی با وجود شهرت و ثروت هنوز هم حس دلسوزی و تمایل به شناسایی و کمک به افراد فقیر رو داره. مسی در مارس 2013 600 هزار یورو برای بازسازی بیمارستانی برای بچه‌ها در زادگاهش روزاریو اهدا کرد. این پول برای واحد تومورشناسی و غده‌شناسی در بیمارستان جی ویلا، همچنین برای سفر پزشکان به بارسلونا جهت درمان بیماران به کار رفت. مایک پرز در کتاب زندگی نامه لیونل مسی روایت جذابی از تبدیل استعدادی افسانه‌ای به یکی از بهترین بازیکنان جهان رو بیان میکنه. عزیزان، امیدواریم از این قسمت برنامه ببین و بشناس برکت گرفته باشیم. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شبکه مجازی 107 پارس با ما به اشتراک بگذارید. و اگه هنوز قلبتون رو به عیسی مسیح نسپردین، میتونیم با همکاران ما در تیم روابط عمومی تماس بگیریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.